بریم به اون موضوعی که هفته گذشته نصف کارمون در مورد مرحوم دهداری میتونیم یه جوری از طریق سپاهان یه پلی بزنیم که مرحوم حریری هم که باشگاه سپاهان رو بنا گذاشتش از مکتب شاهین بود که رفتش توی اصفهان و باشگاه شاهین اصفهان رو اول آورد، بعد که شاهین منحل شدش باشگاه سپاهان و اینها. ببین شاهین اصفهان اصالت مکتب شاهین رو حفظ کرد، بله، ولی شاهین تهران حفظ نکرد. به صراحت میگم اینو، خدا بیامرزه محمود خان حریری با خودش حرف زد، با محمود یاوری، با خیلی از شاهینی های قدیم. شاهین اصفهان همین سپاهان اصفهان، بله بله، شاهین تهران همین پرسپولیس دیگه، درسته؟ این که در شکی نیست. اما باز هم به نقل از خود آقای حریری، کرمانی بود دیگه، آقای حریری، محمود حریری کرمانی بود، ولی رفسنجانی اصالتا کرمانی رفسنجانی بود دیگه، و برادر محترمشون که خب هنوزم هستن و خانواده محترمشون دیگه. واقعا یکی از بزرگان فوتبال اصفهان، به محمود حریری ببالد، فوتبال ایران به محمود حریری ببالد. اصلا برای بز... این که صرفا فوتبال اصلا خودش مهم نبود، همونجور که تهرانی ها شاهینی های تهران به عباس اکرامی مینازن و میبالن، همونجور که به پرویز دهداری مینازن و میبالن، همونجور که به مسعود برومند میبالن و مینازن، همینجوری. اما خب یه سری داستان هست در تاریخ ورزش ایران که یا اغراق شده، بزرگ نمایی شده، آگراندیسمان شده، یا بعضی موقع حتی نه برعکس، اصلا کوچیک شده، دیده نشده خیلی از اتفاقات، واقعا دیده نشد. به نظر من پرویز دهداری یکی از پدیده هایی است که راجبش یه مقدار بیش از آنچه که باید پرداخته شد. مثلا ببینید از نظر اخلاقی، از نظر به هر اون دیسیپلین و نظمی که در تیم داشته بی‌نظیره. این مرد واقعا بی‌نظیره. و واژه معلم اخلاق هم نصیبش شده دیگه. حالا این نصیبش شده دیگه، یعنی که شما یکم موافق نیستید. خب ببین آخه نگاه کن، من میگم که پرویز دهداری زمانی که خوش بازیکن تیم ملی بود، هفته پیش صحبت کردم، وقتی که در تیم ملی دارایی چی ها حاکم بودن، یعنی مربی حسین فکری مربی تیم ملی بود، بله، پرویز دهداری بیمارم بود، واقعا بیمار بود، اما تیم ملی رو رها کرد و دیگه بازی نکرد برای تیم ملی، آمد بیرون از تیم ملی. و وقتی که آمد از تیم ملی بیرون، همون تیم رفت المپیک توکیو، با تصمیم باشگاه، هم خودش، هم عباس اکرامی و هم مسعود برومند، نذاشتن که شاهینی ها برن به توکیو، ممنوع کردن رفتن شاهینی ها را، و شاهین تیمش اصلا به مدت 2 سال محروم شد، نذاشتن که بازیکن شاهین هم 9 ماه فکر کنم محروم شدن، و اتفاقا غلامرضا تختی باعث شد که این بازیکن ها بخشیده شدن. غلامرضا تختی خودش رفت پیش شخص اول مملکت، خواست که شاهینی ها را ببخشه و بخشیده شد. تیم شاهین، همایون بهزادی، حمید برمکی، حمید جاسمیان، مهراب شاهرخی، بویک وطنخواه، اینا همشون 9 ماه یه سال محروم شدن، ولی غلامرضا تختی رفت، به قول من ریش گره گذاشت که آقا اینا رو ببخشید، بخشیده شد. خب دهداری مربی تیم ملی شد کی؟ در سال 1351-50 با ناصر حجازی، با جعفر کاشانی، با ابراهیم آشتیانی، دیگه ستاره های فوتبال ایران آورد تیم ملی، شد مربی تیم ملی ایران، جام کوروش رو برد توی تهران، سیچم اتریش رو بردن، سیچم هلند رو بردن، چه دونم خیلی بازی خوبی داشتن اون تیم، البته هلند و آتش تیم آماتورشون بودن. تیم رفت کره شمالی، مقدماتی المپیک مونیخ، اونجا ایران 0-0 مساوی کرد، ناصر حجازی ستاره بازی بود، اصلا میگفتن طوفان پیونگیانگ رو او بود که آرامش نشاند و باعث شد که ایران اونجا گل نخورد. همه اینا بازیکنای قدیمی، الان اونایی که در قید حیات هستن، جعفرخان کاشانی که خدا بیامرزدشون، آقا مجید الوایی عضو تیم، حسین آقا کلانی عضو تیم الان هستن، خیلی از بازیکنای اون موقع الان هستن و میتونن که شهادت بدن، آقا مهدی مناجاتی هستن، ایشون هم میتونن، علی آقا پروین خودشون هم هستن، میتونن نظر بدن. چه شد؟ تیم ایران باید هفته بعد از اون بازی در بانکوک جام ملت‌های آسیا رو شروع میکرد، پرویز دهداری رها کرد، آمد تهران، تیم ملی رو رها کرد. چرا؟ چون با محمد رنجبر، که پرویز دهداری مربی تیم ملی نبود، مدیر تیم ملی بود، یه جورایی مثلا سرپرست تیم ملی بود. بله. اون موقع یه عناوین دیگه هم داشتیم دیگه. ول کرد. با محمد رنجبر دعوا شد، ول کرد. رنجبر تیمو برد بانکوک. بله. با یه پرواز ارتشی از پیونگیانگ رفتن بانکوک. 3 روز بعد اولین بازیشون با کامبوج بازی کردن. پرویز دهداری مربی تیم ملی نیست. مربی تیم ملی بالاخره یه قاعده، یه کاری، یه قانونی داره دیگه. پرویز دهداری نبود، بازی نکرد. رنج بود. آفرین حسین. اتفاقا به نظر من همینه دیگه، میدونید؟ برخلاف آنچه که نگاهش بود، اگر چیزی میدید، آره زود رنج بود، میرنجید از اون چیزی که دوست داشت انجام. چی رو دوست داشت؟ نظم رو دوست داشت، انضباط رو دوست داشت، دیسیپلین رو دوست داشت. همتون به صف برید توی اردو، همتون به مرتب بشینید پشت میز، تا بزرگترتون شروع نکرده غذا خوردن رو شروع نکنید،
توی اردو تو مثلا کوچه و خیابون این مرور بستنی نخوری مثلا با دمپایی جلوی بزرگتر نباشی. اینا بالاخره من نمیگم، من اصلا ایراد نمیگیرم، من اصلا از این کاراشون گفتم خدمتتون معتقد به اصول و انضباط دیسیپلین. حالا فوتبالیست دیگه 18 سالشه 17 سالشه 19 سالشه 20 سالشه گوش نمیکنه، چه باید کرد؟ اخراجش باید کرد؟ خب شاید نظر ایشون این بوده که وقتی بازیکن گوش نمیکنه اگر جدی نگیری مثلا مسائلی پیش میاد که بازیکن هر وقت دلش بخواد کمکاری میکنه. به همین خاطر یکی از مهمترین احساس میکنه میتونه مربی رو عوض کنه. به همین خاطر یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ فوتبال ایران تو زمان پرویز خان دهداری پیش اومده. سئول. ببین اولا بچه‌ها یه اعلامیه‌ای هست که اسامی بازیکن‌ها بچه‌ها اون لیست اون تیتر بفهم. آره نگاه کنید. ببین این تیم سال 1364ه. بله. در دیماه 1364 لیست تیم ملی منتشر میشه. پرویز دهداری مربی تیم ملی نیستا. اینجا فریدون اسکرزاده مربیه. نگاه کنید. دروازه‌بان‌ها تو بخون حسین. حسین دروازه‌بان‌ها رو بخون. من فقط چون زمانیست دروازه‌بان‌ها سری. احمد سجادی از هما، جلال بخش‌آزاد از پاس، امید هرندی از نیوزمینی، جواد محمودی از شاهین، رضا اسماعیلی از بنشهر، احمد رضا آبزاده از اصفهان، پیروز جغتاپور از مازندران. آبزاده رو کی دعوت کرده به تیم ملی؟ همه میگن پرویز دهداری. ولی شما معتقد نیست که پرویز معتقد چی حسین؟ عزیز من ول کن زمانو، من الان وقت میگیرم بچه‌ها. اعتقاد تو ول کن. اینو نگاه کن اگه میتونید بگید. میگه سرتو بالا کن، تابلو رو نگاه کن. کی دعوت کرده آبزاده به تیم ملی؟ فهم فریدون اسکرزاده نگاه کنید. بله. کاملا واضحه دیگه. اسکرزاده برای اونها که مادرشان در حال بوز است. احمد رضا عابدزاده توسط فریدون عسکرزاده به تیم ملی دعوت شده. درسته. همه جا گفته میشه که عابدزاده رو پرویز دهداری با موتورگازی رفته تو خیابون اصفهان گشته دنبالش پیدا کرده. عابدزاده عکس منتخب اصفهان آخرین عکس عکس منتخب اصفهان غیر لباس قرمز بچه‌ها اونو بیارین. عکس بچه‌ها بیاد ما یه تو اینهاش. این کی الان دروازه بود؟ بله احمد رضا عابدزاده. هنوز اینجا احمد رضا عابدزاده تو تیم ملی فوتبال بازی نکرده. کی دعوتش کرد از منتخب اصفهان؟ میگن تو اصفهان از جمله کسایی که بهشون بها داد آقای کربکندی بودش. کربکندی؟ خود چرخابی؟ آقای چرخابی؟ مربی اصلی اونه دیگه. بله. این تیم منتخب اصفهان احمد رضا عابدزاده داره. تمام. خب خیلی یه جنبندی در مورد دهداری خود به موضوع داشته باشیم. شما میخواهید به این برسید که ایشون خیلی دیگه صفر میگرفت توی مربیگری خودش و این باعث میشه که بازیکن ها پس بزنن. بله پس دادن دیگه 14 تا. ببین تو من الان معلمم توی کلاسی آخرش بچه‌ها خیلی کوتاه معذرت میخوام خیلی کوتاه من معلمم 20 شاگرد دارم 16 تاشون از من بعدشون میاد. من معلم خوبی ام جای بحث داره دیگه. باید بحث کنیم. حالا احتمالاً دیگه هم بحث می‌کنیم. احتمالاً دیگه اماده عزیز هفته دیگه میاد بحثا ادامه میده با استاد جواد خوبی ما میشینیم و استفاده می‌کنیم و لذت می‌بریم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. ممنون از شما بیننده‌های عزیز. ان‌شاءالله که خوب و سلامت باشید. بحث داغی رو جواد خوبی مطرح کرد که حالا فکر کنم باید بهش پرداخته بشه. روز روزگار خوش یا علی مدد خدا نگهدارتون. عزیزم